در مورد وضعیت بارندگی در سال جاری، ما الان در هشتمین ماه سال آبی هستیم. سال آبی مهر تا مهر سال آبی است. هشت ماهی که باید باران می اومده باران نیامده، و طبیعتا در چهار ماهی که نباید باران بیاد قطعا باران هرگز نخواهد بارید. البته این هرگز که من میگم نمیشه خیلی اعتماد کرد اصولا به هواشناسی، و ممکنه که مثلا این وسط یه سیلی بزرگ بیاد، اصلا قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه کشور ما دچار یک تغییر اقلیم جدی شده و همیشه آب هوای ما آب هوای حدی خواهد بود، یعنی یا خشک خشک یا تره تر، و این خودش نشون میده که امسال سال بدی است. آمار هم اینو نشون میده، یعنی ما در 52 سال گذشته امسال بدترین سالی من نظر بارندگی. در حوزه آب شرب من میتونم بگم که نقاطی که از طریق سدها آب تأمین میشه، مثلا تهران 30-70-20-80، 80 از سدهاست. مثلا تهران ما میتونیم بگیم ما مشکل آب شرب انشالله امسال نخواهیم داشت. در قالب شهرهای کشورم ما مشکل اینکه جیره بندی بکنیم و قحطی و اینا نداریم. البته خب با فشار تنظیم میکنیم، گاهی ممکنه در به طبقات بالا آب نرسه. دلیلش هم این است که این نیست که ما آب نداریم، دلیلش اینه که مردم بیشتر آب مصرف میکنن. تلاشمون اینه امسال جیره بندی آب نداشته باشیم، ولی وضعیت تأمین آب و بارندگی وضع مطلوبی نیست. اگر اصولی مصرف بکنن، مردم همکاری بکنن، بالاخره مثلا میخوان لباس شویشون بزنن آب استفاده کنن، یا 12 شب به بعد بزنن که مردم آب مصرف نمیکنن، یا اگر میخوان ظرفشویی دارن استفاده کنن، این کارهای پر آب بر رو، یا حموم که تشریف میبرن این رو دوش رو همیشه باز نذارن، هر وقت نیاز هست ازش استفاده کنن. و همین سادگی است. یعنی ما خودمون ممکنه فکر کنیم در توی زندگیمون اینا نقش نداره، ولی در زندگی عمومی جامعه خیلی اینا نقش داره. یعنی همون مثال قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. تهران که قطعا مشکلی نخواهد داشت، ولی مصرف تهرانی‌ها بالاست. اینو باید یه مقداری همکاری کنن، مصرفشون رو بیارن پایین تر. این دولت انصافا کارهای بزرگی انجام داده. این دولت ما همین پریروز 55مین صد که در این دولت ساخته شده رو افتتاح کردیم. دو تا دیگه هم هست، انشالله رقمش به 57 خواهد رسید. تصفیه خانه های فاضلابمون واقعا هر مثلا دو ماه فکر میکنم ما یه تصفیه خانه فاضلاب ساختیم، هر دو ماه و نیم سه ماه یک تصفیه خانه آب ساختیم. کار بزرگی صورت گرفته. منابع آبهای زیرزمینیمون بسیار افت کرده. البته خوشبختانه این دو سالی که سال ترسالی بود یه مقداری جبران شد، ولی امیدوارم که امسال و سالهای آینده که نمیدونیم چه خبره، اگر همین خوش باشه باز دوباره فشار روی آبهای زیرزمینی نیاد. و ما آبهای زیرزمینیمون حدوداً 500 میلیون متر مکعب کسری داره. ما 8% تولید برقمون با برق آبی است، و این 8% در زمان پیک برق هم میاد به داد برق میرسه. وقتی که این تولید بیاد پایین، طبیعتاً در پیک ما کم بوده برق پیدا میکنیم. چند روز گذشتم که این اتفاق افتاد. یکی از دلایلش همین بود که ما از سدها نمیتونستیم آب رها بکنیم به خاطر آینده، و این تولیدمون رو کاهش دادیم. خب بقیه مسائل هم که شنیدید، بالاخره ماینرها خیلی موثره، یعنی حدود 2000 مگاوات برآورد ما اینه که مصرف ماینرها است. همین دیروز من میخوندم که 110 میلیون دلار فقط تجهیزات تولید بیت کوین اومده تو ایران. خب اینا رو جای نصبی دیگه. الان متاسفانه وسایلی پیدا کردن که اینا رو میچسبونن به کنترل که شما اصلا نمیتونید دیگه تشخیص بدی این کنترل چجوری کار میکنه. همین چیزایی که مرسوم هست. صدهای بزرگی دیگری داریم که داریم میسازیم، مثل خداآفرین که همین دیروز ما رفتیم اونجا و 200 مگاوات اونجا قراره توسط ما و آذربایجان به صورت مشترک نصب بشه. صد چمشیر رو ما داریم که اونجا برق زیادی هست. صدهای شفارود داریم، صد بختیاری داریم که هنوز شروع نکردیم، اونجا نیروگاه خیلی بزرگی براش. بله داریم جای خیلی خوبی از تولید برق
سبز هم هست دیگه، خیلی از نظر زیست محیطی هم همه تایید میکنن. ما در همه سطح های بزرگمون میتونیم مرغابی داشته باشیم. یک کار مطالعاتی جدیدی هم داریم انجام میدیم که حتی در مسیر رودخانه های پر آب هم اگر بتونیم نیروگاه های کوچیک در واقع تولید بر نصب. در مورد انتقال آب از دریا ما مجوزهایی ساده، اولا وزارت نیرو مداخله نمی کنه در این کار، ما فقط تخصیص آب میدیم، میگیم آقا شما میتونید دریا اینقدر آب رو برداری، نمک زدایی کنی، به این مکان منتقل کنی. این رو خود استانها و استانداریها فراخوان میزنن، اونایی که میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن میان سرمایه گذاری میکنن، در فراخوان برنده میشن، میرن مطالعه میکنن، مطالعه رو میارن وزارت نیرو تایید میکنه، میرن اجرا میکنن. دقیقا شبیه آب که اخیرا از خلیج فارس منتقل شد به سیرجان و کرمان و یزد. من توصیه‌ام واقعا به همه نمایندگان، اینایی که خودشونو عرضه کردن، این است که خیلی با احتیاط وارد موضوع آب بشن و حرفایی نزنن که شدنی نیست. یعنی نگن ما آب رو از این ور دنیا میبریم به اون ور دنیا، اینا حرف غیر کارشناسی است و بعد در مردم توقعهایی ایجاد میشه. خود اینها انشالله رئیس جمهور که بشن بعد میفهمن که منازعات محلی سر آب سر چی بوده، سر همین حرفا و همین وعده ها و همین چیزهایی که داده میشه قبل از رأی گیری و بعد از رأی گیری. وقتی رأی رو میگیرن میبینن به مردم قول دادن، اون وقت به دستگاه ها فشار میارن که باید این کارا بشه مثلا، و بعضی ها میکنن دیگه و شده هم دیدی انجام شده. باروری ابرها یه کار مطالعاتی است، اینقدر تأثیری اصلا در بارش و بارندگی و این چیزا نداره. من اخیرم دیدم یک ویدئویی پخش میکنن که مثلا در یک کشور همسایه این کارار کرده رو، نه اینا بیشتر حرفای نمایشیست، مثل همون آبهای هزار میلیارد ماست. در مورد اون فومایی که شما میگید، ما اون رو یه جایی عمل کردیم، متاسفانه جواب نمیده، نه خیر تکنولوژیشو نداریم، ولی آورده بودن شرکتایی، الان البته دارن هنوز مطالعه میکنن، ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که برای ما اونها، حتی ما اینها رو میخواستیم در چهار نیمه های سیستان بلوچستان که اونجا بیشترین تبخیر دارن استفاده بکنیم، اصلا مقرون به صرفه نیست. اونهایی که آب بیشتری از اون لیمیتی که گفتیم مصرف میکنن، علاوه بر 7% که اضافه شده، 16% هم جریمه شون میکنیم.